مخاطبان عزیز نمایش سلام. امروز پنجشنبه 11 آذر ماه در 30 شماره از روزنامه نمایش در کنارتون هستیم تا با هم سری بزنیم به جنجالی ترین اتفاقات دنیای سینما و موسیقی. رونمایی محمد رضا گلزار از رنگ جدید موهایش. محمد رضا گلزار سوپر استار سینمای ایران که فردی سحرخیزه و از ابتدای صبح تمرینات بدنسازیش رو شروع میکنه، امروز هم یک عکس سلفی صبحگاهی برای طرفدارانش منتشر کرد و ضمن عرض سلام به دنبال کننده های خود از رنگ جدید موهاش هم رونمایی کرد. امیر نوری کارمند اسرائیل شد. امیر نوری کمدین ایرانی در صفحه اینستاگرام خود یک پست عجیب منتشر کرد که جنجال بسیاری به راه انداخت. در این عکس یک آگهی تبلیغاتی مربوط به رژیم صهیونیستی با مضمون یک پیشنهاد شغلی بالا با مزایای عالی و حقوق بی‌نهایت بالا توسط نوری به اشتراک گذاشته شد و این بازیگر زیر عکس به شوخی نوشت: از رژیم صهیونیستی پیشنهاد دریافت کردم. اطلاعات زیادی هم دارم. ما رفتیم. کنایه یکتا ناصر در مورد کودک همسری. یکتا ناصر در یک پست اینستاگرامی به انتقاد از اظهارات اخیر یکی از مسئولین در خصوص کودک همسری پرداخت و در همین رابطه با انتشار عکسی از خود در 8 سالگی نوشت: من کارشناس نیستم، اما زنم، دخترم، مادرم، انسانم و می دانم که اگر در حدود 13 سالگی قرار بر ازدواجم بود، وای که چه شکنجه عظیمی بود. آقایان، آیا می دانید دختر بچه هایی که در کودکی ازدواج می کنند فقط از نظر جانی و سلامت جسمی در معرض چه آسیب هایی هستند؟ سورپرایز شدن بهاره رهنما توسط مجری تلویزیون. بهاره رهنما از غافلگیر شدنش توسط دوستان خود خبر داد و در یک استوری از اونها به طوری ویژه تشکر کرد. ماجرا از این قراره که دوستان بهاره به مناسبت تولدش یک کیک تولد به همراه تزیینات مخصوص را سفارش دادند که به این طریق رهنما را سورپرایز کرد. در بین دوستان رهنما فرانک یونسی مجری و گوینده تلویزیون هم حضور داشت. ترفند جدید جهانبخت برای کسب درآمد: تماس تصویری با 10 نفر در واتساپ. دنیا جهانبخت که همواره تلاش میکنه از راه‌های مختلف کسب درآمد کنه، در جدیدترین اقدامش اعلام کرده که با 10 نفر از طرفدارانش در واتساپ تماس تصویری برقرار خواهد کرد و سوال‌های طرفدارانش رو هم در این تماس تصویری در کانالش در یوتیوب به اشتراک خواهد گذاشت. شوخی مهراب قاسم خانی با خودشیرینی‌های برادرش. مهراب قاسم خانی با انتشار یک عکس قدیمی در کنار برادرش پیمان به خودشیرینی های اون در دوران جوانی اشاره کرد و به شوخی نوشت: آخه چه کسی در خونه موهای خودشو اینطوری آب و شونه کرده و لباس مرتب می پوشه؟ تابلوست که می خواسته منو ضایع کنه و خودشو عزیز. شعر عاشقانه و کرونایی عجیب لیلا عتادی. لیلا عتادی با انتشار یک عکس سلفی از خود و یک شعر عاشقانه طنز با چاشنی کرونا که توسط مهدی جهاندار سروده شده، دنبال کنندگانش رو متعجب کرد. در بخشی از این شعر آمده: عشقت کرونا بود و دلم مردم قم بود، از عشق تو یک مملکتی زیر سرم. همکاری مجدد گلشیفته و کریس همزورث. کمپانی فیلمسازی نتفلیکس از فیلمبرداری سری دوم فیلم سینمایی اکستراکشن با بازی گلشیفته فراهانی و کریس همزورث خبر داد. فراهانی از بازیگران ایرانی ساکن در خارج از کشوره که در قسمت نخست این فیلم سینمایی پرفروش هم حضور داشت که با تقدیر کارشناسان هم مواجه شد. ریحانا و ایسپ راکی در انتظار اولین فرزند. روز گذشته ریحانا در مراسم استقلال کشور باربادوس
به عنوان 11th قهرمان ملی کشورش انتخاب شد. اون دومین زنیه که تونسته به این افتخار برسه. اما در حاشیه این مراسم شایعه حاملگی خواننده 33 ساله بارباداسی سر زبون‌ها افتاد و اکنون تعداد زیادی از خبرنگاران حوزه هنر در آمریکا معتقدند زوج ریهانا و ایساپ راکی، رپر 33 ساله آمریکایی، به زودی این خبر رو در اختیار رسانه‌ها خواهند گذاشت. دعای کانیه مستجاب شد، کیم برگشت. به تازگی یک عکس جدید از کیم کارداشیان به همراه همسر سابقش کانیه وست و دخترشون نورس در مراسم بزرگداشت ویرجیل ابلو به میزبانی برند لوی ویتون انتشار یافته که خبر از مستجاب شدن دعای کانیه میده. وست اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود خدا بار دیگه اون و کیم رو به هم باز خواهد گردوند و از مردم خواسته بود برای این بازگشت دعا کنند.